سلام به همه همراهان نیباک تیوی. توی این ویدیو میخوایم بررسی کنیم ببینیم پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینما کدوم فیلمه. همیشه این که کدوم فیلم پرهزینه ترین فیلم جهان شناخته شده بحثش بسیار داغه. از اول تا حالا فیلم هایی که جلوه های ویژه زیاد و جذاب و بازیگرهای محبوبی مثل جانی دپ داشتن تو لیست برترین ها بودن. آفرین، درست حد زدین. معلومه که بالاخره یکی از فیلم های دزدان دریایی کارائیب پرهزینه ترین فیلم میشه، حتی اگه مال 10 سال پیش باشه. با هم بریم ببینیم این فیلم تونسته هزینه های خودش رو جبران کنه و فروش کافی داشته باشه یا خیر. قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات این فیلم، فراموش نکنید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا هر ویدئوی جدیدی که آپلود میشه ازش باخبر بشید. لطفاً برای حمایت از ما حتما ویدیوها رو لایک کنید. دزدان دریایی کارائیب سوار بر امواج ناشناخته چهارمین فیلم از مجموعه دزدان دریایی کارائیب و در سال 2011 اکران شده. این فیلم اولین فیلم از مجموعه که توسط گور وربینسکی کارگردانی نمیشه و کارگردانی اون رو راب مارشال به عهده گرفته. دزدان دریایی کارائیب سوار بر امواج خروشان رو میشه به عنوان یک دنباله جدا از سری قبل شناخت. از بازیگران اصلی فیلم‌های قبلی جانی دپ مجدداً در هیبت کاپیتان جک اسپارو برمی‌گرده و پنلوپ کروز در نقش آنجلیکا و یان مکشین در نقش ریش سیاه دزد دریایی معروف به این قسمت اضافه میشن. آنجلیکا در این فیلم به دنبال پیدا کردن چشمه جوانیه. داستان این فیلم رو هم مثل شماره های قبلی تد الیوت و تری روزیو به نگارش در آوردن. بودجه ساخت دزدان دریایی کارائیب سوار بر امواج ناشناخته 378.5 میلیون دلاره که این مبلغ با احتساب میزان تورم به مقدار 399 میلیون دلار میرسه. این فیلم تونست مبلغ 241 میلیون دلار در آمریکای شمالی و مبلغ 804 میلیون دلار در کشورهای دیگه فروش کنه تا میزان فروش کلی خودش رو به 1 میلیارد و 45 میلیون دلار برسونه. دنباله‌ای هم در سال 2017 بر این فیلم اکران شد. کاپیتان جک اسپارو در جستجوی چشمه جوانیه و با دزد دریایی ریش سیاه مقابله میکنه. اون گیبز و اسپانیایی‌ها از راه رسیدن به چشمه آگاهن و به همین دلیل ریش سیاه جک رو مجبور میکنه تا اون رو به سوی چشمه راهنمایی کنه، چون در سرنوشت اون نوشته شده بود اون تا 1 هفته دیگه کشته خواهد شد. از سوی دیگه هکتور باربوسا هم با حمایت پادشاه انگلستان به دنبال چشمه حیاته. به ظاهر اون میخواد مقام دریا سالاری رو کسب کنه، اما در حقیقت اون میخواد به خاطر کشتی مروارید سیاه از ریش سیاه انتقام بگیره. جک به همراه ریش سیاه و دخترش آنجلیکا که رزل صفتی رو از پدرش به ارث برده بود برای به دست آوردن اشک پری دریایی به خلیج وایت کمپ رفتن. پریهای دریایی دختران زیبارویی هستند که در پس چهره زیبای اونها هیولایی زشت وجود داره. در اونجا پریهای دریایی عده‌ای از ملوانان ریش سیاه رو کشتن، اما در آخر یک کشیش جوان یکی از اونها رو شکار کرد، اما سخت عاشق اون شده بود. هر کس که بخواد جوان بشه و بیشتر عمر کنه باید 2 جام نقره و اشک تازه پری دریایی و آب چشمه حیات رو داشته باشه. در این مراسم یک انسان قربانی میشه. باید در هر 2 جام آب چشمه ریخته بشه، سپس باید اشک رو داخل یکی از جام ها بریزن و هر کس که جام اشکدار رو بنوشه تمام عمری که قربانی زندگی کرده و باقی عمری که میتونست زنده بمونه رو به دست میاره. این فیلم چه با احتساب نرخ تورم و چه بدون احتساب پرهزینه ترین فیلم در طول تاریخ سینما به حساب میاد. نظر شما درباره پرهزینه ترین فیلم جهان چیه؟ آیا شما این فیلم رو تماشا کردید؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و ویدیوهای دیگه‌مون رو با عنوان پرسودترین فیلم‌های سال 2020 حتما تماشا کنید.